بایدن از بخشی از تحریم‌های نفتی علیه ایران چشم پوشی کرده. این گزاره‌ایه که چند تا از سناتورهای آمریکایی در نامه به رئیس جمهورشون بهش اشاره کردن و با اعتراض گفتن که همین موضوع باعث شده که صادرات نفت ایران 35% افزایش داشته باشه. اما آیا این ادعا درسته و اگر هست چطور اتفاق افتاده؟ نسیم علایی از فردای اقتصاد موضوع رو برامون توضیح میده. اینجا نمودار صادرات نفت ایران رو داریم از سال 2019 تا همین ماه گذشته. میبینیم که قبل از اینکه تحریم‌های علیه ایران در دولت ترامپ اعمال بشه، صادرات نفت ایران مقدار بالایی بوده و با اعمال تحریم‌ها به شدت افت می‌کنه و به کمتر از 500 هزار بشکه و حتی در مقاطعی تا حدود 200 هزار بشکه در روز افت پیدا می‌کنه. بعد این جریان ادامه داشته تا اینکه ما میرسیم به انتخابات آمریکا در اکتبر 2020. میبینیم که صادرات نفت ایران حدود 400 هزار بشکه در روز در اون مقطع، اما با مشخص شدن اینکه ترامپ در انتخابات شکست میخوره، ما شاهد جهشی در صادرات نفت ایران هستیم، به طوری که در اولین ماهی که بایدن روی کار میاد میزان صادرات نفت ایران نزدیک به 800 هزار بشکه بوده که نسبت به قبلش، یعنی در دوره انتخابات، هولوش 100% رشد داشته. بعد این صادرات نفت ایران به مرور ادامه پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه تا اینکه الان به حدود 1,400,000 بشکه در روز رسیده. اما در مورد اینکه سناتورها مدعی شدن این چشم‌پوشی بایدن بر اعمال تحریم ها باعث رشد 35% صادرات نفت ایران شده، میبینیم که میانگین صادرات نفت ایران در سال 2021 حدود کمتر از 800 هزار بشکه در روز بوده، بعد در سال 2022 به حدود 1,000,000 بشکه در روز میرسه که اون رشد 35% رو کاملا نشون میده. اما اعمال چشم‌پوشی بایدن بر اعمال تحریم های ایران تنها عامل رشد صادرات نفت ایران نبوده. ما اینجا اومدیم میزان صادرات نفت ایران رو که با ستون‌های زرد رنگ نشون دادیم با نمودار قیمت نفت روی همدیگه انداختیم. می‌بینیم که رشد صادرات نفت ایران و رشد قیمت نفت تقریبا همراستا با همدیگه بوده، یعنی هر چقدر که قیمت‌ها بیشتر شروع شده میزان صادرات نفت در ایران هم بیشتر شده، چون که ایران توان بیشتری برای اعمال تخفیف به مشتریاش و فروش بیشتر نفت داشته. اما سوالی که پیش میاد اینه که حالا چرا بایدن اصلا باید روی اعمال تحریم های ایران چشم پوشی کنه و اونها رو با سهگیری کمتری، یعنی سهگیری بیشتری نسبت دوره ترام اعمال کنه. راز این قضیه توی قیمت نفته. میبینیم که میانگین قیمت نفت در دولت ترام 53 دلار بوده و در دولت بایدن به حدود 80 دلار رسیده که رشد چشمگیر رو نشون میده. این افزایش قیمت نفت باعث شده که قیمت بنزین در آمریکا به شدت افزایش پیدا کنه. ما الان قیمت بنزین در آمریکا از دهه 90 میبینیم، دهه 90 میلادی تا سال 2023، یعنی همین حالا میبینیم که در هیچ مقطعی به اندازه دولت بایدن ما رشد قیمت بنزین نداشتیم، به طوری که به رقم 5 دلار در گالون هم رسیده که در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده و این فشار زیادی رو از طرف افکار عمومی روی دولت بایدن داشته و چشم‌پوشی بایدن بر اعمال تحریم‌های ایران در واقع کمکیه برای اینکه این فشارها رو کمتر کنه.